شیرینی کشمشی یکی از شیرینی های پرطرفدار، خوشمزه و یکی از شیرینی های هستش که خیلی ساده میتونید در خونه تهیه بکنید. این شیرینی در بازار موجوده، ولی شما وقتی تو خونه اون رو آماده بکنید میتونید تورت شدنش رو و مقدار کشمشش رو طبق سلیقه خودتون تنظیم بکنید. در ضمن از کیفیت مواد هم مطمئنید. مواد مورد نیاز: 1.25 لیوان آرد نیاز داریم، 1 لیوان پودر قند که به جای اون میتونید از شکرم استفاده بکنید، 1 لیوان کشمش پلویی، 3 عدد تخم مرغ، 100 گرم کره، حدود 1/2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1/4 قاشق چایخوری وانیل که به جای وانیل میتونید از پوست پرتقال رنده شده هم حدود 1 قاشق چایخوری استفاده کنید. اگر کشمش پلویتون بسته بندی بود که زیاد نیاز به تمیز کردن نداره، ولی اگر از کشمش های محلی استفاده میکنید خوب اون رو پاک میکنید، بعد از اون حدود 5-6 دقیقه داخل آب بلند خیسش میکنید. کره به دمای محیط رسیده رو همراه با پودر قند و وانیل با هم دیگه مخلوط میکنید، با همزن میزنید. حدود 1 دقیقه که کره و پودر قند رو با هم دیگه زدیم و خوب مخلوط کردیم، بعد از اون میام تخم مرغ رو دونه دونه اضافه میکنیم. هر تخم مرغ رو باید حدود 1 دقیقه بزنیم. سومین تخم مرغ رو هم اضافه کنیم و حدود 1 دقیقه بزنیم. دیگه نیاز به همزن نداریم. بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم و آرد رو به تدریج طی 3 مرحله اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم به موادمون. کشمش پلوی بعد از اینکه خیس خورد از صافی عبور میدیم، آب اضافیش که خارش شد یه مقدار کمی آرد نگه داشتیم، کشمش رو با آرد مخلوط میکنیم به خاطر اینکه زمانی که با مواد مخلوط میکنیم کشمش ها تهنشین نشه. یه مقدار که با آرد مخلوط شد میایم اضافه میکنیم به مواد. و خوب مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. مواد رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم، داخل سینه فر کاغذ روغنی پهن میکنیم، بعد میایم مواد رو یا به وسیله قیف یا به وسیله قاشق، البته فر رو باید از قبل روشن کنیم، به وسیله قاشق به این شکل روی کاغذ روغنی ها میریزیم. فاصله رو باید حفظ بکنیم به خاطر اینکه این شیرینی ها حجم میشن موقع پخت و به هم دیگه میچسبن. بعد از اینکه همه مواد رو داخل سینه فر گذاشتیم میذاریم داخل فری که از قبل گرم شده، دمای 180 درجه سانتیگراد، طبقه وسطی فر حدود 15 دقیقه. نگاه میکنیم اطرافش که یه مقدار طلایی شد، شیرینی آماده است.
بعد از 15 دقیقه شیرنی ها آماده شده. ببینید پشتش کامل طلایی شده و روشم پخته. اینم به همین شکل. شیرنی کشمشی آماده شد. این شیرنی خوشمزه رو شما میتونید توی ظروف دربسته حدود 1 ماه در جای خنک نگه دارید. امیدوارم شما هم این شیرینی خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.